سه‌شنبه 30 خرداد ماه 1402 خورشیدی برابر است با 20 ماه جون یا جوان 2023 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به این برنامه توجه می‌فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید. عرض کنم حضورتون که خبرها پیرامونمون بسیار زیاد هست، گیج کننده است، نمیدونیم حرف کی رو قبول بکنیم، نمیدونیم کدوم خبر واقعیت داره، کدوم خبر شایعه است و یک سردرگمی زیادی رو به وجود آورده خبرهای بخصوص مربوط به کشورمون و روابط کشورهای اروپایی و امریکا با جمهوری اسلامی و اینکه با مهمانان گرامی این برنامه که صحبت میکنیم همگان در این موارد جوابشون اینه که این کشورها بیشتر دنبال منافع خودشون هستن. خب ایرادی به این کار نیست و نبایدم باشه، ولی دودوز بازی و تظاهراتی رو که ما میشنویم، یعنی آنچه که این دولت مردان، این سیاسیون میان و برای رضایت خاطر مثلا فرض کنید مردم ما در مورد حقوق بشر صحبت میکنند و غیر و ذالک، با آنچه که عملا انجام میدن زمین تا آسمون فرق داره. در حال حاضر موضوع بسیار مطرح در مورد همین ملاقات هایی است که مقامات جمهوری اسلامی با مقامات امریکایی گفتن، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم داشتن. پادرمیانی مجدد عمان و سفر چندین بار سفر مقامات امریکایی به عمان برای ملاقات با سران جمهوری اسلامی و مسئولین، که این مسئولین هم از خودشون هیچ گونه اختیاری ندارن و باید هرچی آقا بفرمایند رعایت بکنن و تأسیب بکنن از دستورات رهبر عالی قدر. رهبر عالی قدر با کشتار، با زندان کردن، با تجاوز، با غارت مملکت و اسناد و مدارکی که بسیاری از اونها در همین رژیم جمهوری اسلامی از طرف همین نمایندگان بی اختیار مجلس جمهوری اسلامی منتشر میشه و میزان فسادهایی رو که وجود داره برملا میکنند، حد و حساب نداره. و خب به طور قطع یکی از راه‌های ادامه این وضعیت وحشتناک و اسفبار و ادامه حیات جمهوری نکبتبار اسلامی همین کارهایی است که میکنه و دست این دزدان رو باز گذاشته که هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. سفر وزیر خارجه امریکا به چین خبر دیگری بود که خیلی مورد بحث رسانه ها قرار گرفته بود. ایشون، آقای بلینکن، آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا، که سفر قبلیش رو بعد از ساقط کردن اون ماهواره مانندی که روی آسمان امریکا، قسمت های از امریکا بود و اون رو ساقط کردن توسط نیروی هوایی امریکا، اون ملاقات به هم خورد و ایشون نرفت، ولی الان رفته و با صحبت هایی رو که شنیدیم و اظهاراتی رو که خود آقای شی و آقای بلینکن مطرح کردن بعد از این ملاقات، که
حدود 35 دقیقه طول کشیده بود که البته مقدماتش از یک ساعت قبل آماده شده بود، اظهار رضایت کردن. و این خبر خوشی هست از این جهت که لااقل یکی از اون قسمت هایی رو که یعنی یکی از اون خطراتی رو که دنیا میترسه ازش همین درگیری نظامی بین چین و جمهوری اسلامی هست، بین چین و ببخشید امریکا هست. فعالیت های زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کماکان ادامه داره و به هر دری میزنه برای گرفتن کمک، و باز در این مورد هم خبرها بسیار متناقض هست. خبر بازپسگیری سرزمین هایی که توسط روسیه اشغال شده رو میشنویم از یک سو، از یک سو میشنویم که دوباره روسیه داره به کیف حمله میکنه و از هیچ هدفی هم فروگذار نمیکنه، از مدرسه گرفته، بیمارستان گرفته، منازل سکونی و آپارتمان ها گرفته. و خلاصه تا اونجایی که خبرها به اصطلاح هست و اخبار هست در این مورد، هنوز میزان تلفاتی رو که اوکراین برش وارد شده نمیدونیم. نمیدونیم چند نفر اوکراینی کشته شدن، که البته بین کشته شدگان زنان، بچه ها و قربانیان دیگه ای هستن که تعداد هم زیاد باید باشه. ولی از اون جانب میشنویم که تلفاتی هم که به ارتش روسیه وارد شده، این ارتش بسیار قوی و مجهزی که تصور میرفت که قوی و مجهز باشه، کارش به جایی رسیده که از ایران پهپاد بخره. البته باید این رو اشاره بکنم که در مذاکره وزیر خارجه امریکا با رئیس جمهور چین این موضوع مطرح شد که شنیده شده بود که چین میخواد سلاحهایی رو بفرسته به روسیه که مثل اینکه اون منتفی شده، یا لااقل گفتن که اون موضوع منتفی است. یکی دیگه از خبرهایی که خیلی راجبش صحبت میشه و به طور قطع شما بینندگان گرامی هم راجبش شنیدید، یک زیردریایی هست که در واقع توسط یه شرکتی درست شده، گنجایش 5 سرنشین داره. این کسانی رو که 250,000 دلار بدن، توجه بفرمایید، که برن به عمق اقیانوس به اصطلاح آتلانتیک و اونجا عمق زیاد و جایی که تایتانیک غرق شده، برن تایتانیک رو از نزدیک ببینن، جنازش رو. این زیردریایی چند بار این کار انجام داده با گرفتن 250,000 دلار از کسانی که میخوان برن و این از نزدیک ببینن این رو، که من نمیدونم چه حسنی داره واسه شون. به هر حال شاید پول زیادی، بعضی وقتا اینطوری میشه نتیجهش. این زیردریایی بعد از رفت و برگشتش در هر کدوم از این سفرها 8 ساعت طول میکشه و 5 نفر سرنشین داره. اینی که الان گم شده و مفقود الاثر هست، یعنی به فاصله 1.5 ساعت بعد از اینکه شروع میکنه به پایین رفتن ارتباطش قطع میشه و الان با از طریق سونار و رادار و وسایل مجهزی که وجود داره دارن میگردن که بلکه پیداش بکنن. احتمال میدن که نزدیک شدن به تایتانیک ممکنه این گیر کرده تو یکی از همون به اصطلاح نرده ها و اون قسمت هایی از تایتانیک که اونجا میتونه
گیر بندازه، یعنی اگه بره اون زیر دریایی گیر میکنه اونجا، ولی هنوز هیچ خبری ازش نیست. و گفته میشه این مجموعا بعد از اینکه میره و زیر آب و میخواد برگرده بیاد بالا 96 ساعت اکسیژن داره، اندوخته اکسیژن داره. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم و خبرها منتشر شده، فقط 40 ساعت از این اکسیژن باقی مونده و کارشناسان میگن که بر فرض اینکه این زیردریایی رو از زیر آب بیرون بیارن، نمیتونن، یعنی پیداش بکنن و بیرونش بیارن، این افراد نمیتونن از زیردریایی بیان بیرون، باید مدتی اونجا باشن، چون اون فشار هوا و اون محیطی که دیزاین شده برای داخل این زیر دریایی اجازه نمیده که اینا تا مدتی تا بیان و اون هوای اونجا رو تنظیم بکنن که بعد بتونن این افراد رو نجات بدن. به هر حال به احتمال زیاد خطر زیادی متوجه این پنج نفر، دو نفر که یکی به اصطلاح ناخدای این زیر دریایی هست و یک کمک داره، و سه نفر هم از این مسافرینی هستن که هر کدوم 250,000 دلار داره. مسئله متهم کردن آقای ترامپ کماکان ادامه داره. یکی از این مسائل، یکی از شکایاتی که از او شده بود به اصطلاح ستل کرد یا کنار آمد با شاکی، که یک خانوم بود که مدعی شده بود که آقای ترامپش تجاوز کرده، $5,000,000 جریمه داد، ولی باز آقای ترامپ رفت راجب او شروع کرد به بدگویی کردن راجب این خانم، و دوباره اون مثل این که شکایت کرده که معلوم نیست به کجا بیانجام. اما شکایتی که از طرف دولت فدرال انجام شده و اون در مورد اسناد محرمانه و فوق محرمانه است که آقای ترامپ با خودش به اون قصرش برده در به سلال ماریا لاگو که یک قصر بزرگی هست در فلوریدا، اون مطرح بوده و ایشون در یک جلسه محرمانه اونجا به سوالات قاضی جواب دادن و هیئت منصفه اونجا حضور داشتن، و خب بلافاصله بعد از اینکه آقای ترامپ از اون جلسه آمد بیرون، رفت به نیوجرسی به منزل دیگری که در نیوجرسی داره و اونجا یه زمین بزرگ گلف رو داره، اونجا بین طرفدارانش دوباره حمله کرد به قاضی سمیت، جک سمیت، که به عنوان مأمور ویژه، بازرس ویژه تعیین شده که رسیدگی بکنه به وزیر دادگستری، حمله کرد به مقامات FBI، حمله کرد مقاماتی که خودش منصوب کرده در زمان ریاست جمهوری خودش، و بعد افرادی که در گذشته وقتی که آقای ترامپ میخواسته اینها رو به کاندی بیاره در کابینه خودش و معرفی کنه، بهترین تعریف ها رو از این افراد کرده و اینا رو واقعا شایسته ترین و لایق ترین افرادی دونسته که به این مقامات منصوب شدن، از جمله رئیس کابینش جنرال کلی، بعد وزیر دادگستریش که بسیار کمک کرد بهش، بسیار بهش کمک کرد در موارد مختلف، مخصوصا در مورد پرونده‌ای که درست شده بود که روسیه، احتمالاً روسیه و پوتین در انتخابات شرکت کردن، آقای بیل بار، ویلیام بار، که این روزها ویلیام بار میاد و به شدیدترین لحن ممکن محکوم میکنه کارهای آقای ترامپ رو، و بسیارانی دیگر که مورد تمجید و ستایش او بودن وقتی که معرفی میکرد برای آوردنشون در کابینه خودش، الان مورد غضبش قرار گرفتن و مرتب داره اونها رو یه مش آدم بی ارزه، خائن و وطن فروش معرفی میکنه، کمونیست معرفی میکنه، و
این اقداماتی که خیلی هم به ضررش بوده و حتی فاکس نیوز دیگه خبرنگارا و برنامه سازاش موندن که چه بکنن با او، گفته میشه که اون بزرگترین دشمن خودشه و با توجه به این که نمیتونه جلوی دهنش رو نگه داره واسه خودش دردسر بیشتری ایجاد میکنه. اما امروز من مهمانی ندارم و قول داده بودم که در مورد اون چه که خودم شاهد بودم در گذشته در ایران و در هنگام خدمت سربازی و سایر تجربیاتی که داشتم در دانشگاه آزاد ایران که جست گریخته راجبش صحبت کردم، امروز میخوام راجب این جریان به اصطلاح سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی که در زمان حکومت پهلوی خدمات زیادی رو کرد با تون صحبت بکنم. سپاه دانش جوانانی رو که دیپلومشون رو گرفته بودن و باید به سربازی می رفتن، به جای اینکه به سربازی برن یه دوره کوتاه سربازی می دیدن و بعد به اقصا نقاط ایران، به دهات دورافتاده ایران اعزام می شدن که به بچه های روستاییان درس بدن و اونها رو با سواد بکنن. در مورد سپاه بهداشت و سپاه ترویج از افراد لیسانسیه و فوق لیسانس استفاده می کردن که اونها می رفتن به نقاط دور افتاده و در موارد مختلف، مثلا در مورد کشاورزی سپاه ترویج آبادانی، در مورد بهداشت سپاه بهداشت کار میکرد و جوانانی بودند که از مدرسه پزشکی فارغ التحصیل شده بودند و باید به خدمت سربازی میرفتن. در اواخر کار حکومت پهلوی سپاه دانش هم یک سری افراد لیسانسیه و فوق لیسانس رو استخدام کرد که بروند به دهاتی که سپاهیان دانش اونجا تدریس میکنن، برن سرکشی بکنن و اگر نیازی دارن اون نیازها رو برآورده بکنن. متاسفانه اون آمادگی که باید فراهم میامد و اون مسائلی که مطرح شده بود در همون دوران آموزشی برای این افسران سپاهی، سپاه دانش، اینها هیچ کدوم انجام نشده بود و در واقع مثل همون جریان تغذیه مجانی که برای بچه ها در نظر گرفته شده بود و علی رغم مخالفت هایی که، یعنی نکاتی که بعضی از سیاستمداران و دولت مردان آگاه ما در جلسه‌ای که در سازمان برنامه تشکیل شده بود و اون موقع من در سازمان برنامه خدمت می‌کردم، مطرح شده بود که تغذیه مجانی رو راه بیاندازند، چند نفر از وزرای کابینه آقای هویدا گفته بودن باید فرصت داده بشه در این مورد بررسی بکنیم، ببینیم که آیا این امکان وجود داره که مثلا فرض کنید شیر، که بسته بندی شیر در ایران هنوز به این نه کارتون بود نه به صورت دیگه، این روزا فکر کنم توی کیسه های پلاستیکی هست و توی کارتون و غیر زالد، اینا نبود و فقط توی شیشه بود و تولید شیر هم محدود بود. بعد دیگه مسائلی بود که بعضی از وزرا اونجا مطرح کرده بودن که باید براش مطالعه بشه، که بعضی هم وقتی که ملاحظه کرده بودن که محمد رضا شاه پهلوی علاقمند هست که این کار زودتر انجام بشه، گفته بودن نه انجامش میدیم و میشه، که نتیجهش واقعا با شکست روبرو شد. یعنی بسیاری از مواد غذایی، مثلا فرض کنید که خشکباری رو که توی این بسته‌های غذایی بود، یا همین مثلا این کمبود شیر و نبودن بسته‌بندی درست، با شکست روبرو شد. خلاصه این تغذیه مجانی به همین دلیل هم، یعنی در ردیف همینم
این افسران سپاه دانش وقتی که رفته بودن به اعزام می شدن به نقاط مختلف ایران، گفته شده بود که اونجا اتومبیل در اختیارشون هست که بتونن برن بررسی بکنن و اگر کمبودی دارن سپاهیان دانش یا مشکلی دارن با این افسران سپاهی در میون بگذارن، که خب این در این مورد هم ساواک هم دولت مرکزی از این افسران حمایت میکرد، با تمام کمال هم حمایت میکرد، ولی مسئله امکانات داشتن اتومبیل و غیر ذلک و هنوز فراهم نشده بود و نهایتا منجر به این شد که بقیه نهادهای دولتی که در اون نقاط هستن اتومبیل هایی که در اختیار دارن در اختیار این سپاهیان بگذارن، که افسران سپاهی بگذارن که برن و بررسی بکنن وضع سپاهیان دانشون. من حالا شرح و بستش خیلی طولانیه، من هم اون موقع رفتم به همین سپاه دانش، به جزء اولین گروه افسران سپاه دانش بودیم که من چون راجع به دشت گرگان و اون منطقه گنبد قابوس و گرگان و اون قسمت‌ها شنیده بودم و برخلاف اون چی که قرار بود ما پارتی داشتیم که باید میامد و من رو کمک میکرد که نزدیک تهران یه جایی برم، اون آدم به موقع نرسید و تمام جاهای دوروبر تهران و حتی با فاصله دور از تهران تمام اینا گرفته شده بود و فقط یک جا مونده بود، اونم گنبد قابوس بود، که من گفتم من همونجا میرم و رفتم و تجربه بی نظیری بود. یعنی واقعا این منطقه از ایران که نمیدونم این روزها چه بلایی به سرش آوردن، یکی از زیباترین و دیدنی ترین مناطق ایران بود و اونجا خود گرگان و گنبد قابوس و من منزلی گرفته بودم در یه مدرسه که زمان رضا شاه ساخته شده بود و اونجا یه درمانگاه بود که مخروبه شده بود، با زمان رضا شاه ساخته شده بود که بازسازی کرده بودن، در اون به اصطلاح بخش که اسمش مینودشت بود و این اسما رو رضا شاه انتخاب کرده بود، چون قبلا مثل که اسمش کله خر بود و اسم این رو گذاشته بود مینودشت و واقعا دشت بهشت بود. این مأموریت اونجا من رفتم توی اون مدرسه، یه اتاقی به من توی دبیرستان دادن طبقه دوم که اون مخروبه بود، یه مقداری خودم وسلا درستش کردم، رنگش زدم، موش از در و دیوارش بالا میرفت، یه کارایی کردیم که خلاصه قابل زندگی باشه. من مدت بیشتر از یک سال و خورده‌ای در این مدرسه زندگی میکردم، البته میرفتم به این مأموریت ها با کمک گرفتن مثلا از شهرداری مینودشت که اتومبیلی در اختیارشون بود و این اتومبیل زیاد مصرفی نداشتن خودشون و گذاشته بودنش در اختیار به اصطلاح مسئول کشتارگاه مینودشت که پرونده سازی که اونجا، حالا اینا وارد جزئیات نمیشم، میخوام فقط اشاره بکنم به این که توقع این که ما، یعنی یه فردی که الان وقتی که نگاه میکنم به اون گذشته ها، اینی که آدم انتظار داشته باشه که یه کسی که به عنوان پادشاه یا این روزها به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه همه کارها رو بتونه کنترل بکنه و تسلط داشته باشه و بتونه نظارت نزدیک بهش داشته باشه، این از اون تصورات واهی هست. منظورم از این حرف اینه که اون کسانی که مجری هستند اگر مجریان خوبی نباشند، اگر واقعا دلسوز نباشند و نخواند اون وظیفه‌ای رو که بهشون محول شده با شرافت به صورت شرافتمندانه انجام بدن، هیچ نیروی هیچ حکومت مرکزی نمیتونه اینها رو
به اصطلاح سر عقل بیاره و وادارشون بکنه، یعنی نمیتونه 24 ساعته اینا رو مراقب باشه. در این مورد مثلا عرض کردم یک مسائلی پیش آمد واسه من که در خیلی از موارد واقعا جون سالم به در بردم، از رفتن به دادگاه نظامی و محاکمه شدن و غیر ذلک، که اون روزها در جوانی و نداشتن تجربه و قره بودن آدم رو به کارهای وادار میکرد که میتونست مورد استفاده و دستاویز قرار بگیره با کسانی که میخوان پرونده سازی بکنن و براش مشکل ایجاد بکنن، و این مورد برای من پیش آمده بود. یعنی به دنبال همین استفاده از همین اتومبیلی که قرار بود در اختیار ما قرار بگیره از طرف شهرداری، ماجرایی پیش آمد که واقعا گفتنش منو این روزها هنوز ناراحت میکنه، و واقعا این که قصر در رفتم یه شانسی بود، و شانسم از این بابت بود که به هر حال افرادی بودند که همونطور که عرض کردم دلسوز بودند و به کمک من آمدن و نگذاشتن که برای من این پرونده‌ای که داشت درست میشد به جایی برسه. خب ما رسیدیم به پیام‌های بازرگانی، اجازه بدید اون رو بشنویم و من بقیه این ماجرا رو که باید خیلی فشرده خدمتون عرض بکنم براتون بیان بکنم، و ببینید که واقعا اون موقع اگر وطن پرستی، دلسوزی و امانت و شرافت به میون می آمد، بودن افرادی که میتونستن کمک بکنن، و برعکس افرادی بودند که میتونستن تیشه به ریشه دیگران بزنن. با ما باشه. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. با درود، بیژن شارخی هستم، در نورت وست فاینانشال نتورک با 32 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا و فقط کالیفرنیا. امروز خدمت رسیدم که چند خبر خوب از بازار وام‌های مسکونی خدمتتون ارائه بدم. خبر خوب اول این که نرخ‌های بهره پایین اومده و در بعضی از موارد به 4% و زیر 4% رسیده، و بهترین موقع است برای تغییر نرخ‌های بالا و گرفتن پول روی املاک. خبر خوب بعدی این که لیمیت وام های کانفورمینگ تا 726,525 دلار افزایش یافته. و خبرهای خوب بعد این که کماکان ما عرضه کننده وام های بدون اوراق مالیاتی و ریورس مورگیج هستیم که برای افراد 62 سال به بالاست. و خبر خیلی خوب بعدی این که ما کماکان هزینه ارزیابی ملک شما رو میپردازیم. لطفاً برای مشاوره و اطلاع از وام ها و نرخ های بهره با تلفن آسان 818-437-437-0 با من 7 روز هفته میتونید تماس بگیرید. متشکرم. آژانس مسافرتی امیری تقدیم میکند تور 11 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. دیدار از شهر زیبای استانبول و قصر باشکوه دولمه باغچه.
و خرید از آتلت های برند نیم ارزان، اقامت در هتل های لوکس و شیک در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام، رفت و برگشت هواپیما. تاریخ حرکت 28 سپتامبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت ریل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن ریل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن ریل ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. خط تماس با تلفن‌های منزل و موبایل در تمامی شهرهای ایران می توانید از اپلیکیشن ریل تاک استفاده کنید. اکنون در تمام دنیا ریل تاک جایگزین کارت‌های تلفن سابق شده، تنها راه ارتباطی مطمئن با ایران می باشد. برای این منظور ابتدا اپلیکیشن ریل تاک را از اپستور خود پیدا کرده و نصب کنید. با انتخاب این گزینه در قسمت پلنز، گزینه پی از یوتاک پاپاپ را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر خود را خرید کنید. باید در نظر داشته باشید که تنها راه خرید شارژ در تلفن‌های iOS پرداخت از طریق اپل پی می باشد. مطمئن شوید که کارت اعتباری موجود در اپل پی شما معتبر است. اگر هم تلفن اندروید استفاده می کنید، قبل از خرید حساب پیپل خود را تشکیل دهید، چرا که پیپل تنها راه خرید شارژ می باشد. مانده اعتبار شما همواره در بالای صفحه مشخص خواهد بود. شما می توانید قبل از تماس نرخ مکالمات را در قسمت رید چکر ببینید. در ضمن زمان امکان مکالمه با توجه به موجودی اعتبار شما در اینجا دیده می شود. اکنون با استفاده از صفحه شماره گیری، پس از وارد کردن کد کشور و شهر مورد نظرتان، شماره تلفن دلخواهتان را بگیرید. ریل تاک، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه ارتباط با عزیزانتان. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. خب، بینندگان گرامی، در برنامه خبرها و نظرها از تلویزیون جهانی پارس هستیم و ممنونم از اینکه این فرصت رو دادید که من در خدمتون باشم. بینندگان گرامی، بله، می گفتم در این دورانی که من رفته بودم به مینودش و اونجا مأمور بودم و باید می رفتم به سپاهیان دانش که پراکنده بودن جاهای مختلف سر می زدم، اکثر نقاطی که باید می رفتم و سرکشی می کردم اتومبیل رو نبود. مثلا یکی از این مناطقی رو که رفتم و سرکشی کردم، مجبور شدم با مقدار زیادی از راه رو با قاطرهایی که می بردن بار می بردن به اون مناطق برم و رفتم. چندین ده بود در ارتفاعات و زیبایی که توی این مسیر راه بود واقعا حیرت انگیز بود. توی این مناطق جنگلی و چشم سارها و دیدنی هایی که بود، 8 ساعت طول کشید که من رسیدم به اولین دهی که اونجا بود و خب اون سپاهیام که اونجا بودن خیلی خوشحال که کسی به سراغشون نیومده و کسی به دارشون نمیرسه، اگر اون کمکی بخوان با اشکال روبرو میشن و غیر و ذالک.
چندین ده اونجا بود که رفتم و نزدیک هم بود و بعد برگشتم اومدم و بعد در بعضی از موارد باید میرفتم دهاتی که ماشین رو بود و سرکشی میکردم که قرار شده بود از ماشین شهرداری استفاده بکنم. اولین و آخرین باری که از این جیپ من استفاده کردم این رو صبح اول رفتم گرفتم و تا ساعت 10 و 11 شب به چندین ده سرکشی کردم. برگشتن وقتی که برگشتم به منزلم اون سرایدار مدرسه که اونجا داشت آمد به من گفتش که فلانی آقای صادقی برادر کسی که از بنیاد پهلوی مسئول بنیاد پهلوی بود در اون منطقه و برادرش به صدا سلاخ اون شهر بود و ماشین در اختیار او بود، این آمده هو انداخته سر صدا را انداخته و داد و بیداد کرده که فلانی یعنی من جیپ رو دزدیدم بردم تهران فروختم. شما فکرش بکنید در یه فاصله چند ساعته من کمتر از یک روز ماشین بردم تهران فروختم. من که بسیار عصبانی شده بودم و آدرس خونه این آدم هم میدونستم چون ماشین رو رفته بودم ازش تحویل گرفته بودم، جای کوچیکی بود، 2,000-3,000 نفر فکر نمی کنم بیشتر جمعیت داشت. حالا فکرشو بکنید ساعت 11 شب 12 شب رفتم و در زدم، این در رو که باز کرد من یه کشیده گذاشتم تو گوشش و بهش اعتراض کردم که چرا این کار کرد و ماشین رو گذاشتم اونجا و آمدم. فردا صبح از طرف ژاندارمری منو احضار کردن که خب ژاندارمری نمیتونست منو احضار بکنه، من مأمور بودم از سپاه دانش و افسر سپاهی بودم و ستوان بودم و اون استواری که اونجا بود که اون هم گفته میشد که املاک یکی از شخصیت‌های رژیم رو در واقع نظارت میکرد و مراقبت میکرد و ضمناً رئیس ژاندارمری بود اونجا و وضع فوق‌العاده شاهانه‌ای داشت. خونش به قالیچه های ترکمنی گرون قیمت لوله شده کنار دیوار و کف اتاقهاش و نمیدونم انواع و اقسام مشروبات خارجی و غیر و ذالک. حالا به اونجا نریم. من رفتم به بخشداری. اون روزها بخشدارهای لیسانسیه رو از انتخاب کرده بودن فرستاده بودن به جاهای مختلف و بخشدار اونجا بخشدار مینودش فرد تحصیل کرده بود لیسانسیه بود به اسم آقای فنایی. رفتم و سلام علیک کردم و باش گفتم که یه همچی موضوعی بوده و این ژاندارمری هم مأمور فرستاده بوده دنبال من. تلفن رو برداشت و زنگ زد به همون استوار و استوار آمد به دفتر بخشداری و آقای بخشدار پرسید که ماجرا چیه. گفت که بله جناب سروان دیشب یعنی من دیشب رفتن در خونه این آقای صادقی و همسر آقای صادقی که حامله بوده نمیدونم 6-7 ماه حامله بوده در رو باز کرده و آقای حجازی این در رو کوبیده روی شکم او و او بچهش رو سخت کرده و این آقای فنایی یه نگاهی به این کرد و گفت که سرکار استواره این داستانه رو از کجا آوردی آخه، یعنی چی؟ گفت نه شاهدم داریم تمام کسبه. حالا فکرشو بکنید روز تعطیل ساعت 12 همه کسبه هم شاهد بودن و در واقع یه تومار درست کردن و امضا کردن که من شاهد بودن من این کار کردم. همزمان از ساواک و از نخست وزیری نامه محرمانه ای آمده بود برای ما که گفته میشه که در دهات سپاهیان مورد آزار قرار میگیرن توسط
ژاندارم ها و آزار و اذیت میشن و نمیذارن که کارشون رو انجام بدن، چون میدونین این سپاهی ها مثلا در نامه نوشتن برای کسانی که میخواستن شکایتی بکنن از همسرشون یا به طور کلی شکایتی داشته باشن، این نامه ها رو براشون این سپاهی ها تهیه میکردن، کمکشون میکردن، که اینم یه خاری شده بود به چشم ژاندارم هایی که اونجا بودن و قدرتی داشتن برای خودشون در اون منطقه. بخشدار به این آقای استوار گفت که سرکار استوار، بله این نامه محرمانه هم آمده بود و من یک کپیش تو جیبم بود. من بعد از اینکه این سرکار استوار این حرفا رو زد، من این نامه رو در بردم که از قرار یه رونوشتش هم رفته بود برای بخشدار، و اینو دادم به اون سرکار استوار و گفتم که آقای استوار اینو شما بخونید. این نگاه کرد، رنگ از رخش پرید و بعد در آمد به بخشدار گفتش که آخه پرونده درست شده، اینا تو دفتر ثبت شده، ما نمیتونیم کاری بکنیم. بخشدار گفت که کدوم دفتر؟ این دفترشو در آورد اونجا و گرفت اون برقر ازش پاره کرد. گفت سرکار استوار بفرمایید به کارتون برسین، به کارهای مهمتر برسین، این کارا رو بذارین کنار. و این یه مورد بود که من قصر در رفته بودم. و مورد دیگرم باز خود اون آقای صادقی که نماینده بنیاد پهلوی بود در منطقه، خیلی اظهار ارادت میکرد و خیلی اظهار دوستی میکرد و آدم خوش برخورد و خوش قیافه‌ای بود و منو که میدید کلی اظهار ارادت و نمیدونم شماها اگه نباشین چه میشه و از این صحبت ها. خب ما فکر میکردیم که این واقعا، حالا این قبل از این ماجرای دسیسه‌ای بود که برای من خواستن درست بکنن و قصر در رفتم. در این مورد من یک بار به این آقای صادقی گفته بودم که من دوست دارم برای ایام بازنشستگیم یه تیکه زمین اینجا داشته باشم، بیام زراعت بکنم، یه خونه کوچیکی بسازم و زندگیم رو اینجا داشته باشم، دوست دارم طبیعت رو و میخوام که بیام. یه گفت کاری نداره، من واسه تون زمین تهیه میکنم و هیچ پولی هم لازم نیست بدین. گفتم نه، من اگه پولی هم لازم باشه خب به هر حال به صورت قسطی میتونم به ارقامی رو پرداخت بکنم. به من گفت که شما فلان روز لباستون رو بپوشین، لباس افسریتون رو، و بیاید تا من بهتون بگم. خودش آمد با ماشین منو برد و رفتیم به جایی، دیدم یه تراکتور اونجا هست، تراکتورهایی که زمین رو شخم میزد، و گفت که شما فقط کافیه که پشت این تراکتور بشینین، از اینجا تا اون فاصله‌ای که من بهتون نشون میدم زمین رو شخم بزنید و بقیهش کارتون نباشه و این زمین میشه متعلق به شما. من یک کمی به فکر فرو رفتم، همینطور که نشسته بودم پشت این تراکتور و میخواستم تراکتور رو راه بیندازم، دیدم که در اون فاصله‌ای که ایشون نشون داد، همون فاصله نسبتاً دور است، یک عده با بیل و کلنگ و چماق و چوب وایسادن. من تراکتور رو خاموش کردم و آمدم پایین. گفت چرا منصرف شدید؟ گفتم بله آقای صادقی، خیلی ممنونم، نمیخوام زمین. گفت چرا؟ گفتم نمیخوام. آمدم و ماجرا رو با پزشکی که اونجا بعد از اینکه دوران سپاهی بهداشتش رو تموم کرده بود اونجا شده بود رئیس بهداری، و من و اون بودیم و چند نفر دیگه که با هم دیگه رفت و آمد داشتیم در طول این مدت. رفتم پلوی اون دکتر و ماجرا رو گفتم واسش، و بعد با همین آقای فنایی موضوع رو مطرح کردم. در آمد گفت که جون خودتو برداشتی و فرار کردی، اگر این کار کرده بودی تیک بزرگت گوشت بود. چرا؟ چیه داستان؟ چی بوده؟ گفت این زمینی رو که اینا ایشون میخواست که تو شخم بزنی، این مرتعه، زمین مرتعه که در اختیار دامداران هست اونجا و مراتع ملی هن. یعنی تا موقعی که اون علوفه درش هست برای چرای دامداران،
کسی حق نداره اونجا کشت و زر بکنه یا صاحب اون زمین بشه، ولی به مجرد اینکه اونجا رو شخم بزنن زمین زراعتی محسوب میشه و اون کاربرد اولیش منتفی میشه. و اون عده‌ای که اون دور وایساده بودن همون دامداران و اون کسانی بودن که همونطور که بهم گفتن اگر این کار کرده بودم منو لتوپار کرده بودن. این باز از اون نکاتی بود که اون موقع واقعا باش برخورد کردم. مسائل زیاد اونجا مطرح بود و درد و دلی رو که سپاهی ها داشتن که بعد از همون بخشنامه، خوشبختانه این اتفاقی که برای من افتاد و این پرونده سازی که میخواست واسه من انجام بشه باعث شد که سپاهی ها به دنبال اون و آگاه شدن از این که ما باید گزارش بدیم به مرکز اگر که ژاندارم ها اونجا بهشون آزار و اذیتی رو وارد میارن، یه مقدار زیادی گوشایش به وجود آورده بود برای این سپاهی ها و سپاهی ها بیشتر میتونستن به این افراد کمک بکنن. مردم گنبد قابوس، مردم اون منطقه که سنی هستن، بسیار بسیار انسان های خوبی هستن، انسان هایی که در راستگویی، در درستکاری و در امانت نظیر ندارن. یعنی لااقل با اون گروهی که من باشون آشنا شدم در طول اون مدت خدمت، و زمینداران و خوانینی که اونجا بودن، خوانین ترکمنی که اونجا بودن، بعضیاشون افراد بسیار بسیار با شعور، با سواد و دلسوزی بود که در اون مناطق اینا کارشون بود کشت و زر و کارهای کشاورزی. و واقعا میدونید که در منطقه گرگان و دشت پنبه یکی از محصولاتی است که از اونجا میاد، نمیدونم الان وضعش چطوره، و مزارع پنبه اونجا زیاد بود، توتون و تنباکو از اونجا میامد، اونجا تولید میکردن. و من یادم میاد که همین دوستی رو که پیدا کرده بودم که یکی از آموزگارانی بود که در مدارس اونجا درس میداد و دوستی خیلی نزدیکی بین من و او پیدا شد و با خانواده‌اش رفت و آمد داشتم و اینا، اینها پدر این آدم از یونان زمان رضا شاه آورده شده بود جز متخصصینی که بیان و توتون و تنباکو کاری رو در ایران بیاموزن به کشاورزان ایرانی. و اینا آمده بودن و دیگه ایرانی شده بودن، یعنی پدر این فارسی رو دیگه خوب صحبت میکرد و اینا هم که همونجا متولد شده بودن و مدرسه رفته بودن و حالا معلم شده بودن و کاراشونو میکردن. و من یادمه که اون موقع پیپ میکشیدم و به همین دوستمون گفتم از پدرش واسه من توتون پیپ بگیره، واسه من رفت و یه سری توتون آورد که اینقدر اینا برگ‌هایی بود که طلایی رنگ بود و گفت اینا رو خورد کن و توی پیپ بذار بکش، خیلی توتون اصیل و خوبه. من به همین فرد، به همین پدر این دوستمون گفتم که این توتون عطری نداره، من توتونایی رو که میخرم برای پیپ خیلی معطر و خوبه. در اومد گفت اگه میخوای اوت کلون بکشی برو اونا رو بگیر، اگر نه این توتونی که به اصطلاح درسته، یا این روزا اگه بود میگفتن ارگانیکه، توتون اینه. و اون توتون هزار جور بلا سرش میارن، اسانس بهش میزنن و معلوم هم نیست که اثرات بدش، البته اینم اثرش خوب نیست، ولی اثرات بد اون بی حد و حصره. باز در مورد دهاتی که رفته بودم با گفتم با قاطر میرفتیم، جاهایی بود که در طول زمستون افراد خونه هاشون طوری
درست شده بود که 3 ماه 4 ماهی رو که زمستون بود برف و بارندگی به قدری بود که از خونه ها بیرون نمی اومدن. خونه ها 2 طبقه بود، طبقه زیرش انباری بود که اینا برای اون مدتی که از خونه بیرون نمی اومدن آذوقه خودشون رو انبار می کردن و نگه می داشتن. اسامی زیادی اونجا این دهات داشت که من یکی از اینا رو یادمه که اسم این محل بود قلعه قافه، یادم مونده به خاطر اینکه میگفتن قله قاف باید بری. این قلعه قافه واقعا در یکی از مرتفع ترین قسمت های جنگلی همین مینودشت و دشت گرگان بود و عرض کردم که در طول راه این چشمه سارها و یکی از این چشمه هایی که اونجا بود و ما ایستادیم و توقف کردیم اونجا و یه مقداری با خودمون غذا برده بودیم اونجا لب این چشمه نشستیم خوردیم. این اسمش گذاشته بودن چشمه جنی، برای اینکه این چشمه چند ساعت فوران میکرد، میجوشید، آب از زیر زمین در میومد، بعد قطع میشد آب، بعد دوباره به فاصله زمانی دوباره این آب چشمه شروع میکرد به روان شدن و بیرون آمدن و چه آب گوارایی و چه هوای سالم و چه شرایطی. و خب در اون منطقه هم شکار قرقاول خیلی زیاد بود، باز نمیدونم این روزا واسه چطوره، و یک عده از همین ترکمن ها و افرادی که اونجا به اصطلاح امکاناتشو داشتن میرفتن به شکار قرقاول که اونم خودش یک ماجرایی بود و خودش یک قصه دیگه ای داره که چگونه اینا سگهایی رو تربیت میکردن که این سگها میرفتن قرقاول رو که میدیدن میپروندن، علامت میدادن به اون اربابشون که صاحبشون که قرقاول دارن میبینن، بعد از این که علامت میدادن میرفتن و این قرقاول رو میپروندن که اون افرادی که تفنگ به دست بودن و قرقاول رو شکار میکردن و میبردن با خودشون، که به بنده هم یه تفنگ دادن که قرقاول رو شکار کنم و یه قرقاول بزرگ از جلوی چشم من بلند شد که هر چی فکر کردم من این پرنده به این زیبایی رو بزنم با تفنگ دلم نیمد و نکردم این کار، که من بغل دستم یکی از همین افراد اون خان بود، خان ترکمن که نامش بایرام گلدی نفس پور بود. تفنگ رو از دست من گرفت و اون قرقاول رو زد. و اینم یکی دیگه از اون چیزایی بود که تجربیاتی که اونجا داشتم. و میگم در طول این مدت واقعا من نفهمیدم زمان چگونه گذشت. دوستان بسیار خوبی رو پیدا کردم که این دوستان بعداً به کمک من آمدن وقتی که من در دانشگاه آزاد خدمت میکردم و رفتم برای گرفتن امتحان و کنکور از داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اون روزها، نه این دانشگاه آزاد که بارها رو جوش صحبت کردم، و این افراد همین بایرام گلدی ما رفتیم اونجا به جای اینکه مثلا برای 4000 نفر تدارک دیده شده باشه، صندلی گذاشته باشن، اینا چند تا مدرسه کوچیک رو گرفته بود مسئول دانشگاه آزاد ایران در اونجا، که اصلا امکانش نبود که با چه مکافاتی ما تونستیم یه انبار خالی شده پنبه رو از همین آقای بایرام گلدی خان نفسپور بگیریم و اونجا کنکور رو تمام این افراد رو حالا با چه مکافاتی در آخرین لحظه با کمک از شرکت‌های مسافربری، اتوبوسرانی، تی بی تی و ایران پیما و اینا رو ببریم و برسونیم به اینا که رفته بودن پراکنده در مدارس، اینا رو جمع‌آوری بکنیم و ببریم به اون
سالن بزرگ که این 4000 نفر همونجا آمدن و امتحانشون رو دادن و به موقع انجام شد، که البته یک شانس و یک همین همراهی این کسانی که اونجا بودن و 25 نفری که با من آمده بودن از تهران، ما تونستیم این کار رو انجام بدیم که اگر فرصتی بشه بعداً راجبش مفصل در این برنامه صحبت خواهم کرد. فرصت تموم شده، سپاسگزارتون هستم که به خاطرات من گوش کردید، اگر خاطراتی بود که شاید براتون شنیدنی بود یا نبود، به هر حال سپاسگزارتون هستم. از امیر شهرتی سپاسگزارم که مثل همیشه کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشتید.